حادثه قطار در ایران یک بار دیگه ثابت کرد که امدادرسانی در ایران نیازمند بازنگری و روزآمد شدنه. به نظر شما مسئولیت امدادرسانی بر عهده چه نهادیه؟ بیاین روی خط و نظرات خودتون رو با ما مطرح کنین با شماره تلفن 202-260-7110. میتونین تلفن هاتون رو از طریق چت زنده فیسبوک روی خط یا از طریق ایمیل برای ما ارسال کنین تا همکارانم با شما تماس بگیرن. همینطور میتونین از طریق اسکایپ صوتی، تصویری و نوشتاری با برنامه روی خط همراه باشین. فیسبوک، اینستاگرام، توییتر و کانال تلگرام روی خط رو فراموش نکنین. من روزیتا ایران دوست در یک ساعت پیش رو با شما همراه هستم با برنامه روی خط از بخش فارسی صدای آمریکا. سلام، مسعود سفیری هستم با برنامه روی خط بخش فارسی صدای آمریکا. وقتی حادثه ای رخ میده این طبیعیه که حادثه دیدگان انتظار داشته باشن که نهاد یا نهادهایی یا افرادی که مسئول این کار هستن به تعبیری به دادشون برسن و اگر این اتفاق زودتر و کارآمدتر بیفته شاید بشه از تلفات انسانی جلوگیری کرد. ایران کشور پهناوریه با 80 میلیون نفر جمعیت، طبیعیه که خیلی اتفاقات میفته مثل سایر کشورها، اما اونچه که در واقع میزان کارآمدی و توسعه یافتگی یک کشور رو تعیین میکنه کم بودن آمار تصادفات، حوادث و به موقع امدادرسانی به موقع و البته به نوعی که تعداد تلفات انسانی کمتر بشه. شما در این مورد چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که آنچه که در حادثه اخیر تصادف دو قطار در ایستگاه هفت‌خان سمنان در جاده در حادثه تهران مشهد رخ داد واقعا امدادرسانی به موقع بود؟ برخی اعتقاد دارن که نبوده، امدادرسانی به موقع انجام نشده، اینکه حتی کپسول آتش نشانی نبوده. با پرسش های از این دست بیاین روی خط در ساعت پیش رو از طریق راه های ارتباطی که اعلام شد و دیدگاه هاتون رو با ما در میون بذارین. اول گزارش رو که همکارم شپول عباسی آماده کرده با هم میبینیم، بعد برمیگردیم به دیدگاه های شما. حادثه خبر نمی کند، اما امدادرسان با خبر می شود و باید حضور داشته باشد تا از تلفات انسانی حوادث بکاهد. حادثه تصادف دو قطار در سمنان. دو تا هلیکوپتر اومده دنبال کپسول آتش نشانی میگشت. اورژانس نازا هلیکوپترش دنبال کپسول آتش نشانی میگشت. امدادرسانی به هنگام انجام نشده است، هرچند در کشورهای توسعه یافته نیز برخی مواقع روند امدادرسانی با پایان حادثه با انتقادهایی مواجه می شود، اما به نظر می رسد حادثه‌ای که در ایران رخ داده می تواند سریع‌تر و به طور موفق مدیریت شود. در این حادثه در میان مسئولان مدیر عامل راه‌آهن است که مسئولیت پذیرفته و استعفا داده. همون چیزی که کاملا واضحه اینه که این خطاها در مدیریت راه‌آهن اتفاق افتاده، در پرسنلی که تحت نظر مدیریت راه‌آهن بودن. بنابراین بنده به عنوان یک مسئولیت اجتماعی و برای اظهار همدردی با واقعا بازماندگان این سانحه که واقعا متاسفم از این اتفاق که افتاد و عذرخواهی میکنم از همه مردمی که در واقع متاثر شدن از این موضوع، استعفای خودم بنده تقدیم کردم. شاید سوال اصلی این باشد که آیا نباید در کشوری 80 میلیونی مثل ایران سازمانی روزآمد مسئول نهایی امدادرسانی های بزرگ را بر عهده داشته باشد تا از آسیب بیشتر پیشگیری شود؟ حتما نظرات شما رو در شبکه‌های اجتماعی مرور می‌کنیم. بسیاری از کاربران اشاره کردن به سوء مدیریت، همینطور نبود امکانات که با هم دیگه نگاه می‌کنیم این نظرات رو. ولی یکی دیگه از راه‌های ارتباطی علاوه بر راه‌هایی که در ابتدای برنامه براتون گفتم، پیامگیر اتوماتیک برنامه روی خط 202
382-7205 شماره پیامگیر اتوماتیک برنامه روی خط است. همین الان میتونید تماس بگیرید، نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید. سعید از تهران با اسکایپ روی خطیم، بفرمایید. سلام میکنم به شما. سلام بر شما. بینندگان، من ابتداعاً به خودم لازم میدم این حادثه تلخ رو به خانواده های این عزیزان تسلیت بگیم. امیدوارم که نمیشه گفت آقا آخرشون غم آخرشون باشه، امیدوارم که تحمل این صبر رو خدا بهشون عنایت کنه. در مورد این مسئله، حتی من ضعف در امدادرسانی رو در داخل کشور قبول دارم، البته از اون برم باید ما انصاف رو رعایت کنیم. واقعا هر سال ما داریم میبینیم چه تعداد از امدادگران تو حوزه‌های مختلف، هلال احمر زمینی یا هوایی یا برخی نهادهای دیگه، مثلا توی آتش نشانی حتی جونشون رو از دست میدن. نه اونا رو هم ما در نظر داشته باشیم. در مورد این قضیه به نظر بعضی مواقع یک قدم ما باید جلوتر، عقبتر از وقوع حادثه رو ببینیم، اینکه چرا انقدر حادثه بدی اتفاق میفته و اینکه آیا احتمال ما میدیم این حوادث که همیشه داره رخ میده تکرار میشه، خب برای بعدش فکری بکنیم. تو ایران هم بالاخره توی این مسئله یه سازمانی هست به اسم هلال احمر، سازمان مثلا یکی دو ساله هم که نیست راه افتاده باشه، چند دهه قدمت داره، خیلی ها توش عضون، چه حالا به سطح رسمی چه افتخاری. به نظرم بیشتر همین بحث سوء مدیریت و که توی این چند وقته ماشاءالله ما زیاد داریم میبینیم، چه تو رخ دادن حادثه چه در بعدش برای رسیدگی به اونها. توی این قصه مثلا همین قطار هم شما دیدید، هم من توی این شبکه‌های اجتماعی دیدم فیلم‌های منتشر شد که افرادی که برای امداد رسانی رفته بودن، خب بدیهی ترین یعنی ابتدایی ترین مسئله ای که بالاخره مطلع شدن که اونجا آتش سوزی شده دیگه، یه کپسول که باید همراه خودشون داشته باشن. بالاخره وقتی دولت، وزیر دولتش میگه که دیه این افراد رو ما میدیم بیمه هستن، به نظرم اینجور اتفاقات هم از سمت یه نهاد، ولی به نظرم برای اولین بار بود در جمهوری اسلامی که یک نفر مسئولیت پذیرفت و با شهامت استعفا داد. این خیلی سنت خوبیه که آدم ها مسئولیت پذیر باشن. ممنونم که اومدین روی خط. آقای زند از تهران روی خط. این آقای زند بفرمین. آقای زند سلام دارم خدمت شما. سلام بر شما، بفرمین. از امروز آقای صدری، من میخوام راجع به زلزله برق که اونجا بودم و کارهایی که اتفاق افتاده در خدمت شما عرض بکنم. مگر وقتی زلزله برق افتاد، اخبار تلویزیون یه اخبار پخش کرد که آقا ما نمیتونیم از شهر با وسایل نقلیه‌مون خارج بشیم در برق. این یکی که اخبار رو ما گرفتیم رفتیم استانداری تهران، گفتم آقا یه نامه به ما بده تا ما وارد شهر بند بشیم بتونیم خدمات بدیم به اینایی که میخوام برن بیرون ماشیناشو رو درست کنیم. از حضورتون ما نامه گرفتیم رفتیم بند، ولی هیچ مسئولی نبود که ما خودمون رو بهش معرفی کنیم که این آقا یه همچکشی اومده برای خدمات رسانی که بتونه مردم ماشیناشو رو درست کنیم انجا بره بیرون. میخوام بگم ما ملت هم باید مسئولیت پذیر باشه. بالا این قطار ملت کاری زیاد نمیتونم بکنم، ولی در یه همچین جایی چرا؟ من تک نفری آقای سختیری در بند یک هفته 90 اتومبیل زلزله زده رو درست کردم با لیش. هیچ کس هم کیش که مسئولیت هم نبود که ما خودمون رو معرفی کنیم، خودمون تک نفره یه اینجور رو انداختم اونجا. یعنی همچین موقعی باید مردم بدونن چه کاری میتونن بکنن. البته آقای زنده، پذیرفتن کمک‌های مردمی کار درستیه و قطعا باید، اما باید سازماندهی هم بشه. یعنی اگر فردی آموزش دیده نشده باشه، البته شما همونجوری که میفرمایید تخصصی داشتین، آموزش ندیده باشه خودش میشه بخشی از حادثه، یعنی در واقع به حادثه اضافه میشه. خب از خدمت شما همینه میگم، میگم باید ببینی چه کار مفیدی میتونی انجام بدی. همینطوری نریزن اونجا که جلو دست پا رو بگیرن، باید بتونی کار انجام بدی. یعنی که میگن اینجا در این کار رو دخالت کنن، درست آقای صدری، دولت از این میترسه که مبادا اینجا یا توی کارهای دخالت کنن بیان آقای کار انجام دادن مثلا از دولت بهتر انجام دادن، نمیذارن پا بگیره این مسئله. امری باشه در خدمت. ممنونم آقای زند از اینکه اومدین روی خط. روزتون
با توییتر شروع میکنیم. وارث از کاربران توییتر روی خط میگه اولین سازمانی که در ایران امداد رسانی میکنه هلال احمره که زودتر از همه به محل میرسه ولی امکاناتش خیلی کمه، در حد یک آمبولانس. رضا میگه بحث بر سر مسئول امداد رسانی به حادثه دیدگان نیست، چرا که این فقط صورت مسئله رو پاک میکنه. مشکل اصلی اینه که مگه چند بار باید از این قبیل اتفاقات به وجود بیاد تا همه به این باور برسن که این مملکت مدیریت و یا به زبان ساده تر بگیم مملکت صاحب مدبر و مسئولیت شناسی نداره. مردم هر روز قربانی حوادث در جاده ها میشن، چه و همینطور الان هم که این اتفاق افتاده، میگه حتی لاین های هوایی با اتفاقات رکورد زدن در جهان با توجه به قربانیانی که داده، و میگه تا زمانی که در رأس نهادهای حکومتی مسئولین و مدیران امور به این شکل برخورد میکنن، شاهد اختلاسات هستیم، شاهد دزدی ها هستیم، شاهد سوء مدیریت ها هستیم، قطعا ما شاهد چنین اتفاقاتی هم خواهیم بود. امجد یکی از کاربرانمون از فیسبوک میگه امداد رسانی همیشه ضعف داره چون اولویت حکومت نیست. پولاد یکی دیگه از کاربران میگه هواپیماهامون که کلا حرفش رو نزن، اتوبوس ها که روزانه تصادف داریم، ماشین هامون هم که شرایط مناسبی ندارن، و این هم از وضعیت سیستم ریلیمون، و میگه یعنی واقعا جان انسان‌ها برای اینها ارزش نداره، ولی اگر اتفاقی در کشورهای دیگه بیفته سریعاً اخبار اون رو پوشش میده. شما چه نظری دارین؟ به نظر شما چه نهادی مسئولیت امدادرسانی رو به عهده داره؟ در ادامه برنامه روی خط با ما همراه باشین. VOA فارسی، اینستاگرام صدای آمریکا. مجید از تهران با اسکایپ روی خطیم، بفرمایید. سلام بر شما. سلام بر شما. من فکر می‌کنم آقای سفیری برخی از وقایعی که اتفاق می‌افته به دنبال سوء استفاده و فرافکنی هستن و به دنبال مقاصد سیاسی هستن. من در مورد این حادثه قطار واقعا متأثر شدم و به نوبه خودم تحسیت می‌گم به همه افرادی که بالاخره از این قضیه داغدار و متأثر شدن. اما اون چیزی که مهمه اینه که آقای سفیری ما به جای تعقیب دوز به دنبال متهم کردن قافله هستیم. درسته بحث امداد رسانه ضعیف بوده نرسته چیه، اما چرا همچین اتفاقی افتاده؟ چرا باید همچین اتفاقی افتاده؟ چرا آقای وزیر با وقاحت تمام میاد میگه اینایی که جان باختن بیمه هستن؟ آقای وزیر تو این شرایط باید استعفا بده. اینکه با تحت فشار قرار دادن چند تا معاون که اینا بیان استعفا بدن و خودش رو تبری کنه از اینکه این قضیه، بالاخره در وزارتخونه ایشون بوده. چند ماه پیش ایشون در گزارشی که گفتن حتی اگر لوکوموتیو ایران سکته کنه هیچ اتفاقی نمیفته. باز این حادثه‌ای که قلب همه مردم ایران رو جریحه دار کرد چیه؟ این در وزارتخونه آقای وزیر اتفاق افتاده که با وقاحت تمام داره میاد میگه که این کشش شده بیمه هستن. آیا با بیمه میشه جراحت قلب داغدار آقای مجید؟ اجازه بدین شما یه جمله رو همش تکرار میکنین. خب بیمه هستن، در تمام دنیا همینجوریه. ایشون نگفتن که بابت اینکه عذرخواهی میخوایم بکنیم میخوایم بهشون پول بدیم. شما وقتی که از وسایل نقلیه عمومی استفاده میکنیم مثل هواپیما، مثل قطار، خب بیمه هستن دیگه. دیگه میگیرن اگر اتفاقی بیفته که اون نهاد مسئولش باشه، باید اون حق و حقوق اون فرد آسیب دیده رو بپذیره دیگه و بپردازه. این نکته رو که همه هر شخصی میدونه که بالاخره مسافر، حتی شما تو موتور هم سوارشی بیمه هست.
اینکه تو این شرایط بحرانی بیان بگن که الزاماً تو همه موتورا بیمه. حالا به هر صورت شما ظاهرا با این نکته مشکل دارین، حالا اگر که مورد دیگه بود میتونی برنامه رو دنبال کنی، نظر سایر دیگه بینندگان رو هم بشنوین. آقای ملکی از تفرش روی خط. آقای ملکی بفرمایید. آقای ملکی از تفرش. آقای ملکی بفرمایید روی خطیم. آقای ملکی، آقای ملکی ارتباطتون برقرار نیست. امیر از تهران روی خطین. امیر بفرمایید. امیر از تهران. امیر روی خطیم بفرمایید. علی از ترکیه با اسکایپ روی خطیم بفرمایید. علی از ترکیه با اسکایپ. با درود به شما. درود بر شما جناب سفیری. من تصدیق میگم و امیدوارم که بتوان بازماندگانشون و امیدوارم که این حادثه تکرار نشه. ولی گویا از زمانی که راهن احداث شده زمان رضا خان تا حالا یه همچه حوادثی به ندرت اتفاق افتاده، مخصوصا بعد از این قیام. دوستان باید، مدیران باید یه خورده حداقل به تاریخ توجه کنن. ببینید جناب سفیری، اتفاقات یا جبی و قهریه مثل زلزله و طوفان و سیل و اینا که عمدتا نمیشه مؤسسه مدیران و مسئولان رو بدونه، یا حادثه است. این حادثه به علت سهل‌انگاریه. سهل‌انگاری هم از کجا شروع میشه؟ ببینید اینجا نمیشه گفت مردم یا فلان، اینجا باید گفت اون پرسنل و تمامی از وزیر راه درآوری گرفته تا پایین، تمامی این پرسنل ها چه شکلی گزینش میشن، آیا رابطه یا ضابطه است، یا تخصصی دارن یا ندارن، و بعد اتفاقی که میفته به علت چیه؟ آیا ریل فرار کرده؟ نه، هم چیزی نبوده. نباید اون کسی که نگهبانه فقط اون رو مقصر بدونن. ببینید وقتی مدیریت صحیح نباشه، وقتی کسایی که متخصص نباشن در جایگاهی قرار بگیرن، طبیعتا هم چه اتفاقی میفته. این حادثه پس طبیعتا مقصر داره، برخلاف اون چیز قهری. مسئله قهری نمیشه دنبال مقصر کرد. و من هم معتقدم فقط به اکتفای این که بگیم دیه بدیم فلانی، این مسائل حداقل تسکینی بشه، که اون جزء وظایف قانونیه در تمام دنیا هست. اما مهم اینه که باید این مدیران طبیعتا مؤاخذه بشن که تا مدیران بعدی درس عبرتی براشون باشه. متشکرم، خدا باشه. ممنونم روی خطین، از اینکه اومدین روی خط. امیر از تهران، اگر صدای منو میشنوین شما روی خطین. امیر. جناب آقای سفیری سلام علیکم. سلام بر شما، بفرمایید. جناب آقای سفیری سلام. سلام بر شما، بفرمایید. سلام خدمت شما، سرکار خانم روزیتا و تمامی همکارانتون در صدای آمریکا. بفرمایید. جناب آقای سفیری، من خواستم یه چیز خدمت رو عرض کنم. این در تمام دنیا هست. وقتی هر وسیله ای آماده میشه که بین شهر رو نقل انتقال کنه، حالا چه هواپیما چه قطار چه هر چیزی، یه عده هستن به نام سیفتی انجینیر یا مهندسین، به قول معروف مهندسینی که بدونن این دستگاه واقعا سیف هست برای مسافرات که تو سوارشن و ایمنی. اینا حتی میرن میبینن آیا وسایل کمک های اولیه هستش، وسایل به قول اطفاء حریق هستش، کپسولات اشتنشانی هستش. یه همچین قطاری که با یه همچین تعداد مسافری میره، من تعجب میکنم چجوری این مهندسین ایمنی اول نمیرن داخل قطار یا هر وسیله نقلیه رو چک کنن اگر وسایل کافی داشته باشه بشه اجازه بدن. یعنی تا امضای این آقای مهندس ایمنی نباشه، این قطار حق تردد نداره. یه مسئله دیگه هم میخواستم خدمت رو عرض کنم. یعنی گله‌ای دارم از چهارده تهران. مثلا میخوان آسفالت یه قسمتی از پیاده رو خراب کنن، کل پیاده رو خراب میکنن، میگن مردم از تو خیابون تردد کنن. آخه این چه عقلیه، چه حکمتیه که مردم میگن برن تو خیابون که ماشین با سرعت رد میشه،
از تو خیابان حرکت کنن، حداقل نصف اون جدول، نصف اون پیاده رو اول کارش رو تمام کنن، نصفش رو اختصاص بدن به مردم، حتی برای کابل کشی برق. یعنی متاسفانه مهندسین ایمنی در هیچ جای ایران به نظر من فعال نیستن، اگر بودن وضع ما خیلی بهتر از این بود. ممنون که اومدین روی خط امیر روزتا. و اما نظراتی که براتون آماده کردم، یک دیگه از کاربرانمون به نام هما از کاربران توییتر برنامه روی خط میگه: به نظر من نبود کنترل بر روی ریل ها و فرسوده بودن اونها و نرسیدن به موقع امدادرسانی از عمده‌ترین دلایل هستش. نسل سوخته یک دیگه از کاربران و میگه: به جای اینکه سرمایه ملی خرج زیرساخت های کشور مثل مجهز کردن سیستم قطارها و راه‌آهن جاده های کشور، ساختمان سازی و مقاومت مناسب با زلزله احتمالی و غیر انجام بشه، پولها رو در کشورهای دیگه خرج میکنن و از ماست که بر ماست. نسیم میگه: متاسفانه پول اهمیت بیشتری داره نسبت به جان انسانها. سعید از اعضای هلال احمر هست، میگه: در برف اخیر در طی 4 روز مأموریت هم 3 اعزام داشتیم که خانم باردار هم داشتیم در استان مازندران، شهرستان نوشهر. میگه: باور کردنش سخته، با بیل جاده رو باز کردیم تا ماشینمون رد بشه، حتی راهداری هم به کمک ما نیومد. امکانات ما تنها بیل بود و دست خالی و با لباس نامناسب به جنگ یخ و برف رفتیم. میگه: منت نمیذارم، با جان خودمون بازی کردیم، ولی هیچ کس حتی یک تماس هم با ما نگرفت که در چه وضعیتی هستیم. پاهای ما میگه در حد انجماد سرد شده بود، امکانات نداشتیم. رئیس ما هم زحمت میکشه ولی به ما امکانات نمیدن. 6 نفر در چند نقطه نوشهر و چالوس در جنگل گرفتار برف بودن، شب و روز نداشتن، بچه ها بدون امکانات میگه زحمت میکشیدن. و در ادامه میگه: اگر شخص مقامداری دچار حادثه بشه، بهترین تیم های امداد و نجات و بهترین امکانات براش صادر میشه، ولی بقیه آدم ها هیچ ارزشی ندارن برای اونها، نه امدادگر و نه حتی مصدومین. و کاربر دیگه هم به نام علی باز به نبود امکانات اشاره کرده: منتظر شنیدن نظرات شما هستیم، پیامگیر رو فراموش نکنین. 202-382-7205 بسید. فردین از سنندج روی خطین، بفرمین. سلام، بفرمایید. بفرمایید، صداتون پخش میشه. سلام. سلام بر شما. سلام، خسته نباشید قربان. بفرمایید. سلام سفری، باعث سلام، خسته نباشید خدمت شما و خانم ایران دوست. الو. بفرمایید. آقای سفری صدا. بله، صدای شما پخش میشه، بفرمایید. یک واقعیتی وجود داره. خب وضعیت اندازه‌سونی تو ایران خب واقعا اصلا خود نیست. آقای سفیری، شما وضعیت امدادرسانی تو اسرائیل چقدر خوبه؟ همین کیروس 80,000 کیلومتر از جنگل‌های شهر حیفا آتیش گرفت. خب به کلن هواپیماهاشون این آتیش رو خاموش کردن، هواپیماهای آبافکنشون این آتیش رو خاموش کردن. ولی ببینید، یکی از مسائلی که تو وضعیت امدادرسانی ایران بایستی به این توجه بشه مسئله بالگرد هاست، هلیکوپتر هاست. شما ببینید استفاده از بالگرد در فعالیت های غیر نظامی از چند دهه پیش در کشور توسعه یافته رواج داشته، اما هنوز در ایران آغاز داره. واقعا این یک مسئله عمومیه. مسافت زیاد شهرها و مراکز درمانی از مناطق دوردست، نبود مراکز مجهز پزشکی در بسیاری از نقاط کشور، کوهستانی و خطرناک بودن مسیر دسترسی به برخی از مناطق کشور و سرعت کم آمبولانس در جاده‌های پرترافیکی از دلایلیه که استفاده از بالگرد رو گریز ناپذیر کرده. ببینید، وضعیت تو بالگرد ایران مشکل داره. ایران احتیاج به بالگردهای آنساد داره، آنسادی که واقعا اطمینانش بالاتره. ولی شما ببینید، هلال احمر ایران خب تو سال 83 رفته بالگرد خریده، بعد اون سال 80 تا سال 87 باز 4 فرزند دیگر رو خریده، از روسیه خریده، که واقعا کارایشون خیلی پایین بوده. ولی بایستی با یک مدیریت خوب این مشکلات رو توی مملکت حل کرد. بله، امیدواریم همون فقدان مدیریت خوبه. ممنونم که اومدی روی خط فردین. علی از خراسان با اسکایپ روی خطین، بفرمایید.
صدای تلویزیونتون هم لطفاً کم کنید علی. علی از خراسان ارتباطتون برقرار نیست. حامد از تهران روی خطین، بفرمایید. با اسکایپ حامد از تهران. سلام آقای سفیری. سلام بر شما. تسلیت عرض میکنم این واقعی دردناک رو به هموطنان عزیز. آقای سفیری ببینید، ما خدمات ریلی، همه هموطنان عزیز اونه که با حالا خدمات ریلی رو استفاده کردن میدونن واقعا کهنه و فرسوده است، چه از واگن‌هاش بخوام بگیرن چه از همون سایر مواردی که حالا ریل‌ها هست. اینا هیچ کدوم به روز رسانی نشده و یک ساختار مدرنی تو سیستمشون ندارن که واقعا آدم احساس امنیت بکنه. و در مورد خدمات رسانی هم ما در کشور نه تنها در مورد این حادثه، در مورد سایر حوادثی که حالا اهم از زلزله و سیل و غیره هست، سازمان مدیریت بحران اصلا هیچ گونه مدیریتی درستی روی این موارد نداره و هیچ برنامه مدونی نداره و یه عیب دیگه هم که هست، نمیتونه از نیروی انسانی موجودی که حالا داوطلب هستن به طور صحیح استفاده بکنه تا این مشکلات رو برطرف بکنن. این بحث استعفایی هم که الان مطرح هست، من فکر میکنم یک فرار به جلو شاید ظاهر خوبی داشته باشه و موقر باشه، اما این اثر ناچیزی داره و صرفا شاید یه تسکین موقت باشه. این که ما یک مدیر رو برداریم یه مدیر دیگه رو بذاریم که تفکرش، منشش و روشش با مدیر قبلی تفاوتی نداشته باشه و دوباره یک حادثه مشابه تکرار بشه، فایده ای نداره. و من باور شخصیم این هست که دولت ما کلن با بهانه های مختلف، هم از تحریم و نمیدونم نبود پول و عدم فروش نفت، ای داره برای خودش توجیه درست میکنه برای اینکه این کشتارها و این وقایع دردناک رو توجیه بکنه و این به نظر من اصلا منطقی نیست. ممنونم حامد از اینکه اومدین روی خط. بیننده برنامه روی خط بخش فارسی صدای آمریکا هستیم. به پایان بخش اول برنامه رسیدیم، تا آغاز نیمه دوم همراه ما باشید. فرارو، برنامه‌ای درباره تکنولوژی، اقتصاد و مدیریت. دوشنبه تا پنج شنبه 20:30 به وقت ایران، 12 ظهر به وقت واشنگتن. یکی از کاربرانمون به نام اهورا از کاربران فیسبوک روی خط به دو مورد اشاره کرده: بیکفایتی مسئولین و همینطور عدم مدیریت صحیح، که میگه باعث متاسفانه مرگ بسیاری از هموطنان میشه. و کاربر دیگه که نظرش رو براتون آماده کردم مارس هستش. مارس میگه دلیل اصلی چنین اتفاقاتی سوء مدیریت مسئولین در ایرانه و مدیران قلابی بدون تخصص لازم. در عصر تکنولوژی چنین اتفاقاتی واقعا فاجعه است، فقط متاسفم برای آنان که رفتن. کاربر میگه باید آموزش‌های لازم و دوره‌ای ارائه بشه تا از این فجایع دیگه اتفاق نیفته. البته این حوادث در هر جایی از دنیا اتفاق میفته، ولی کلن ما ایرانی‌ها در خیلی از موارد ایمنی رو بهش اهمیت زیادی نمیدیم و این رو در سبک رانندگی‌هامون هم میتونیم ببینیم. اگر لوکوموتیو ران کمی وسواس نشون میداد و با مرکز کنترل اصلی که در تهران تماس میگرفت، شاید این فاجعه اتفاق نمی افتاد. نگاهی کردم به سایت های داخلی که با واکنش زیادی از کاربران روبرو شده بود. خبر آنلاین رو براتون آماده کردم. وقتی که این خبر رو منتشر کرد و دلایل اصلی اون رو گفت، علت اصلی سانحه رو، بسیاری از کاربران نظر گذاشته بودن در همین لینک. میگه
یکی از کاربران میگه الان دلم میخواست پلیس آمریکا، البته ببخشید مأمور قطار آمریکا، یک اشتباهی میکرد و چند نفر باعث از بین رفتن جان چند نفر میشد. قطعا کانال ما راست ساعت 21 تمام اون خبر رو پوشش میداد، از بالا به پایین همه میگفت باید استعفا بدن، عذرخواهی بکنن و اشاره کرده به داخل ایران و میگه آیا فقط با استعفای یک نفر مشکل حل میشه؟ این برمیگرده به سوء مدیریت. و کاربر دیگه‌ای هم میگه در ایران چیزی که خیلی ارزونه و بی اهمیت جان انسان هاست، همه اینها دلایلی میشه برای اینکه هیچ اهمیتی نمیدن. و باز هم به همین مسئله اشاره کرده و میگه آیا اگر این اتفاق برای خود مسئولین هم میافتاد چنین برخوردی میکردن؟ و محمد هم اشاره کرده به نبود امکانات و به همون بخشی از ویدیویی که در گزارش هم همکارم استفاده کرده بود. بهمن از تهران روی خطین. بهمن روی خطین، صدای منو میشنوین؟ بفرمایید. ارتباطمون برقرار نیست با بهمن. کامران از ایران با اسکایپ روی خطین، بفرمایید. سلام، وقتتون بخیر جناب سفیر. وقت بخیر. من یک نکته رو عرض کنم قبل از اینکه یکی از دوستان عزیز اومدن گفتن در که اسرائیل آتش سوزی شده دارید، در آتش سوزی اسرائیل باید این رو میدید که رژیم اسرائیل از 10 کشور درخواست و کمک کرد که بتونه این آتش‌سوزی رو کنترل کنه. حالا در مورد این حادثه، اگرچه این دولت بعد از این حادثه خطای انسانی رو به عنوان عامل اصلی حادثه خونبار معرفی کرد، ولی بد نیست بدونیم که چند ماه پیش اواخر تابستان آقای آخوندی با اعتماد به نفس کامل اعلام کردن که سیستم ریلی به سامانه مجهز شده که اگر حتی لوکوموتیو ران هم سکته کنه به مسافران صدمه نمیرسه. این ادعای وزیر فکر میکنم خیلی زود به همه عیان شد که هیچ کس پاسخ، هرچند که این هیچ کس پاسخ نیست، چرا به جای توجه به این سیستم ریلی و جاده‌ای اولویتاش رو صرف خرید هواپیما اونم به صورت میزان غیر لازمی کرده؟ ببینید حالا چطور میشه که با این هزینه میلیاردی که ما الان مقایسه اجازه بدیم، ما الان در قصدمون در این برنامه مقایسه سیستم حمل و نقل جاده‌ای، ریلی و یا هوایی نیستش. ما در مورد این صحبت میکنیم که آیا امداد رسانی میتونه به روز باشه یا خیر. اگر در این مورد نظری دارین ممنون میشم که بفرمایید. من در خصوص سامانه ریلی آقای وزیر میخواستم صحبت کنم. ببینید ایشون با اون چطور میشه این با این هزینه؟ ببینید شما یک بار فرمودین اون قضیه رو، ممنونم که اومدین روی خط. آقای ناصری از هلند روی خطین. آقای ناصری بفرمایید. آقای ناصری از هلند. آقای ناصری روی خطین. آقای ناصری صدای منو میشنوین؟ بفرمایید. من صدای شما رو میشنوم، شما صدای من رو ندارید احتمالاً. صدای منو میشنوید؟ بله بفرمایید آقای. بله آقای ناصری بفرمایید. بله، در ببینید آقای سفیری، در این کشور دولت خودش توانایی انجام امدادرسانی رو داره، ولی در کنارش ما نیروهای مردمی داوطلب رو داریم که شاید تعدادشون در آتش نشانی بیشتر از کارمندان رسمی خود آتش نشانی هستن. اینا دوره‌هایی رو دیدن و در زمان نیاز یا در روزهای تعطیل اینها همیشه میرن در آتش نشانی و آماده خدمت هستن و در موقع خیلی ضروری نیاز بین اس ام اس میزنن، اینها با میان و در یک جای جمع میشن، اونها رو میبرن به اون جایی که نیاز هست. در سیستم نظام جمهوری ولایت فقیه وقتی دولت ناتوانه، حالا من کاری به بقیهش ندارم، ما اونا رو میذاریم کنار، اونا که همه از ریشه و بنیاد خرابه، ولی دولت در جایی که ناتوانه همیشه از نیروهای مردمی کمک میگیره. این آقایون از نیروهای مردمی، از این نیروهای خودسر برای زدن تو سر مردم، نمیدونم چپاول غارت مردم، اسید پاشیدن روی سر صورت زنای مردم کمک میگیرن. چجوری میشه که این دولت نتونسته هنوز یک نیروی امداد به حساب داوطلب رو در شهرستان ها ده به حساب روستاها شهرهای بزرگ بتونه اینها رو ساماندهی بده،
که در موقع نیاز از اینها استفاده بکنه. اینا که قربونش برم همه جوره نیروی خودسر دارن، ولی نیروی خودسری که به درد مردم بخوره رو نمیتونن به حساب ساماندهی بکنن. این نشون میده آقای ناصری سپاسگزارم اومدین روی خط، ممنونم. خانم شهناز از تهران روی خطین. خانم بفرمایید. خانم شهناز از تهران. خانم شهناز ارتباط شما با ما متاسفانه ارتباطشون برقرار نیست. محسن از تهران با اسکایپ روی خطین. بفرمایید. محسن از تهران با اسکایپ. درود بر شما، وقت بخیر. درود بر شما، بفرمایید. میخواستم عرض کنم خدمتتون با توجه به اتفاقاتی که چند سال پیش راجع به مدرسه سد دوروزن افتاد و آتش سوزی که اتفاق افتاد و اتفاقات ناگواری که در سطح کشور میفته و اتفاقی که جدیداً افتاده و بمب‌گذاری که در عراق انجام شد، ما چطور میتونیم این بررسی کنیم از این قضیه که این اتفاق عمدی نیست و واقعاً شاید یک عده‌ای میخوان این اتفاق بیفته و هموطن‌ها مورد تهاجم حوادث اینچنینی قرار بگیرن؟ به هر حال من واقعا این قضیه برای من ثابت شده است و خیلی از افراد و عمیق‌تر باید فکر کنیم تا این اتفاق نیفته. واقعا من نمیدونم چجوری بگم. در ضمن موین هستم، اگر اسم محسن نیستم. ممنونم از اینکه اومدی روی خط. اینم نکته نظر بینندگان با هم متفاوته. روزتا جاله یکی از کاربرانمونه میگه وقتی بودجه کشور کم میاد به دلیل فساد و دزدی و کمک به سوریه و لبنان و عراق، مسلماً از حق مردم و رفاه مردم کاسته میشه. دلیلش هم بی‌توجهی و ندادن بودجه جهت تعویض خطوط ریل و قطارها و وسایل پرسنل امداد رسانیه. داریوش یکی دیگه از کاربران میگه تمام ناوگان حمل و نقل عمومی ایران از هوایی و ریلی و دریایی و جاده به علت بی‌توجهی و عدم نوسازی بسیار قدیمی و فرسوده است و در نتیجه موارد نقص فنی زیاده. علت اصلی حوادث همینه. در اکثریت موارد عامل انسانی از حوادث ناگوار جلوگیری میکنه، اما خب یک جا هم ممکنه اشتباه بشه چون تعداد نقص فنی زیاده. همینجا هم اول لوکوموتیو تبریز مشهد به علت فرسودگی در سرما دچار نقص فنی شده. اگر لوکوموتیو به روز بود و متوقف نمیشد، الان کار به خطای انسانی نمی رسید. و تازه میبینیم که میگن قبلا موارد مشابه بوده اما به خیر گذشته. در اشاره میگه در ناوگان هوایی هم همینطوره، موارد نقص فنی باز هم زیاد دیده میشه. عدم رسیدگی به توسعه یک کشور رو همیشه عمدتا با انداختن تقصیر به گردن عامل انسانی لاپوشانی میکنن. متاسفانه میگه مطمئنا باز هم شاهد حوادث ناگوار خواهیم بود چون دغدغه این نظام رسیدن به مردم ایران نیست. کیوان از ایران با اسکایپ روی خطین. بفرمایید. الو سلام بر شما. کیوان از ایران. متاسفانه ما در برقراری ارتباط ها امروز دچار مشکل هستیم. سلام علیکم، خسته نباشید جناب سفیری. بفرمایید. من ضعف مدیریت به اصطلاح امداد، ضعف امداد رسانی سازمان های امداد رسانی یک مسئله است. بروز چنین خبطی هم، خبط بزرگی تو صنعت ریلی یک کشور بزرگ و دارای خدمت بالا، این یه مسئله دیگه. ببینید من فکر نمی کنم مثلا اگر به وعده امداد رسان درست اطلاع داده بودن اونا کوتاهی می کردن. ضعف اینه که جناب سفیری وقتی که ببخشید مثلا چنین اتفاقی تو هر جایی تو هر کشوری می افته، مثلا ممکنه یه جایی یه ایراد مکانیکی برخورده باشه از سوزنبان و این رو به اصطلاح بازخور میده به اون سیستمی که به اون مانیتورینگ، گروه مانیتورینگ که نشستن دارن میبینن. ولی متاسفانه امکان خیلی زیاد اونجا کسی نبوده که اینو مشاهده کنه. به هر حال آقای آخوندی ممکن درست بگه که این سیستم مکانیزه است، ولی اونجا ضعف انسانی، نبود نیروی انسانی موجب شده که حتی به مثلا نیروهای امداد رسان هم نگفتن میزان و سطح مثلا ضایعات تا چه حد. این حادثه رو من در زلزله بمم چون به نوعی مرتبط بودم دیدم.
تا ساعت ها میگفت جیروف زلزله شده، یکی با موبایل میاد کرمان زنگ میزنه میگه آقا شما داری اشتباه میکنی، بم خراب شده. اینو در تایید اون دوست عزیزمون میگم، وقتی که هواپیمایی به سمت ایروان میرفت باز یک کشاور زنگ میزنه میگه آقا هواپیما در دشت قزوین سقوط کرده. بله، متاسفانه از این حوادث امیدواریم که تکرار نشه و یا اینکه به موقع امداد رسانی بشه. پیام هایی هم از طریق پیامگیر دریافت کردیم که با هم میشنویم. اینجایی که داشت نشون میداد 4 ساعت بعدش بود که حتی فلزای قطار هم داره آتیش میگیره، هنوز هیچ کسی نرسیده، کسایی هم که رسیدن اونجا هیچ امکاناتی ندارد. من تعجبم میاد در جمهوری اسلامی 16 تا نیروی انتظامی مختلف دارن ولی وقتی میخوان به مردم ایران کمک کنن هیچ چیزی ندارن، هیچ چیزی بلد نیستن، هیچ چیزی نمیخوان انجام بدن. حادثه ریلی قطار رو به این صورت نیست که ضعفی ما داشته باشیم توی این خط یا اینکه امکانات و تجهیزات، یکی این که بعد مسافت بسیار دور بوده، یکی هم آتش به این فراوانی به این شدت نزدیک شدن به این آتش، نه من نه امدادگرا نه افراد دیگه امکان نداشته. خودتون میدونی که شما اگر در یک حوادثی مثل طوفان گرانادا که وقتی پیش میاد ببینید که وقتی حادثه انجام میشه و همه چیزو خراب میکنه و میره، اون موقع بعد از چندین ساعت یا شاید 2 روز یا 3 روز امکانش هست که بتوانید کمکهایی بشه. در جمعیت هلال احمر تجهیزات الحمدلله خوب بوده و خوبم هست و ممکنه حالا عدم مدیریتی پیش بیاد، ولی با تجهیزاتی که الان من بگیم یعنی میبینم و احساسش میکنیم خیلی خوبه. فقط این شما اینم تصور داشته باشین که مسافت دور و امکان تا اونجا برسه زمان میبره و این مدت زمان همه چیز از ما سلب و آسایش میکنه. فارسی اینستاگرام صدای آمریکا. با یاسد بیننده بخش فارسی صدای آمریکا باشید. با فیسبوک ادامه میدیم. مرتضی از کاربران فیسبوک میگه در اکثر سیستم های حمل و نقل سیستم اصفاء حریق اتوماتیک و دستی تعبیه میشه تا میزان خسارت به اموال و سرنشین ها کمتر بشه و میشه و میگه به جرئت میشه گفت که در مسیر مورد حادثه چنین امکاناتی وجود داشته باشه و امدادرسانی و اطلاع رسانی هم متاسفانه با تاخیر صورت گرفته که همین امر باعث شده که میزان خسارات به حد اکثر برسه. علیرضا میگه اتفاقاتی اینچنینی برای مسئولین ایرانی اهمیت نداره، زیرا در ایران مسئولین در هر رده‌ای و در هر پستی تخصصی که باشن از افراد مذهبی انتخاب میشن، کافیه لیستی از مسئولین و تخصصشون رو کنار هم بذارین. تنها چیزی که نمیشه پیدا کرد چه هیچ گونه تخصص و سابقه در مورد نهادهایی که بر اونها مدیریت میکنن. کافیه چنین اتفاقاتی در آمریکا یا اروپا بیفته و شما باید ببینین نوع پوشش رو. مسعود سعید از ایران روی خط هستین، صدای منو میشنوین؟ سعید از ایران بنده باشید. مرسی. بفرمایید. راهان ایران، من یه خودم یه مأمور قطار هستم، یه ستار هستم، 30 ساله هستم. بفرمایید. خط هیچ گونه مشکلی نداره، خط درسته، مشکلی نداره، منتها مسئولین راهان هستن که
یک سری آدم های ناکارآمد رو گذاشتن سر کار، طریقه کاری. ببینید مأمور الان چند سالی راهن استخدام نداشت، اومد یه مرتبه اومد استخدام کرد، یه سری رو ازشان آوردن سر کار از این جدیدا رو، تمام قدیمی ها رو بیرون کردن که نذاشتن بغل دست اینا هیچ کدوم آموزش ببینن. اینا اینا وقتی وارد کار شدن با این سیستم جدیدی که الان هست، ATC که هست، اینا کارهایی داره که باید داره آموزش بدن به همین زودی که نمیتونه سنگا چیز بکنن. لااقل اون ایستگاهایی که بین طرفین بود، این بلاکایی که تشکیل داده بودن، لااقل این ایستگاه رو باید بسیده نمیکردن. اون معمولی که الان گذاشتن اونجا، اون معمول در حد همون نگهبان باید از اون ایستگاه باید سوال میکرد تا اطلاع ساده چیز میشود که تا این قطار میفرستادنش. اینا اومدن ناکارآمدی اون بابایی که رفته، اون جوانی که رفته اونجا نشسته، چند سال خدمت داره؟ 5 سال 6 سال یا 8 سال بیشتر نداره. اون لوکاتیفان چند سال خدمت داره؟ با 4 سال اومده با راننده پای یک گوش دادن. در صورتی که قدیمی طوری نبود، 20 سال اون معمول کار میکرد تا به پای یک میشد مسافری بهش میدادن. بس اینجاست، نه دیزل ایراد داشته، نه خط ایراد داشته، هیچ چیز نداشته. معمولی هم که الان میاد اینجا باز داره اعتراض میکنه در کارش مشکلاتش میگه، منتها چون که شرکتی هست بهش میگه آقا جان من این وضعی میخوای کار کن، میخوای کار نکن، میگه بابا درد مشکل اینه، میگه نه اینطوری. میاد این مثلا میشه دیگه، اتفاقا میفته. حالا باز شانس آوردن که بیشتر نشده، جلوش دستگاه داره میگیره، دستگاه این دستگاه جدید داره میگیره. اگر سیستم اگر قدیم بود روزی 10 تا ثانیه میشه تو راهن. آقای سعید از وزیر راه ایران نقل میشه که سیستم جدید کمترین خطای انسانی رو ممکنه در واقع در پی داشته باشه. آیا واقعا این به نظر شما که کارشناس هستین صحت داره؟ صحت داره، درصدش خیلی پایینه. بله درصدش خیلی پایینه، چون ما 30 سال کار کردیم اینطوری نبوده. وقتی الان هم که ما مجدداً داریم کار میکنیم در بخش خصوصی، یک سری مواردی که اعتراض میکنیم با آقایون، آقا میگه میخوای کار کن، میخوای کار نکن، برو دنبال کاره. اینی که هست زور میگن به مأمور، نتیجهش هم این میشه. امری نیست، من خدمت مرخص میشه. سپاسگزارم. شما اگر کلامی پیامی به همکارانتون داریم بفرمایید، از این فرصت استفاده کنیم، ما در خدمت شما هستیم. من پیامم به مامورینه که به رؤسای راهنینه که این مامورای قدیمی رو در قبال این جوونا بذارن، بغلشون کار بکنن تا کار یاد بگیرن، همچین اتفاقای نیفته. سپاسگزارم از اینکه اومدین روی خط. شهرام از آمریکا با اسکایپ روی خطین، بفرمایید. درود بر شما مسعود خان و سرکار خانوم، بفرمایید. میخواستم عرض بکنم مشکل ما اصلا مسئله ما، ببخشید اجازه بدید من صحبت بکنم قطع نکنیم، مشکل ما اصلا مسئله امداد رسانی و راه آهن و اینا نیست. مشکل ما مسئله پولیه که کلن از مملکت رفته. وقتی ما پول نداریم توی مملکت، همه رو آقایون بردن، دزدیدن، اختلاس کردن میلیاردها دلار، دیگه پولی نمونده که لوازم بخرن بذارن. با چند تا هلیکوپتر، با چند تا ماشین، به قول معروف میگن، من شنیدم میگن بعد از چند ساعت رسیدن ماموران امدادرسانی. اولا اینه که مامور امدادرسانی شما خودتون در آمریکا هستید، بهترین لوازم رو استفاده میکنن، بهترین و پیشرفته ترین آموزش ها رو دیدن، ولی ما توی ایران پولی نمونده که بخوان مامور رو بیارن آموزش بدن، امداد رسانی بکنه، یا اون سوزنبان یا اون کسی که توی قطار داره کار میکنه یا قسمت کنترل سیستم راه آهن و اینا. ما با چه پولی میخوان اینا کار بکنن؟ وقتی شما میشنوید آقای لاریجانی، ممنونم شهرام، عذرخواهی میکنم من تقریبا یک دقیقه بیشتر فرصت ندارم. مصطفی از تهران روی خطیم، بفرمایید. مصطفی از تهران، سلام علیکم جان سفری. سلام بر شما، بفرمایید. خودم من دو تا بازرسان چه راهن هستم. بله. بعد روز اول چه میگم آقایون گفتن ما جاده کنار خط نداریم، ما تونست چون کاملا اشتباه زمان تو راهن افتاد شد،
کنار خط راهن جاده داشتیم که ماشینه رو اینقدر بکرسن رد شد. دو ما از دوستان نکر گفتن عدم که باید لده درست نمیتونی بگیم اکسیزا که این کنات راهن تقریبا به روزه، اما تصفیه از همه رزو به پایین چون هیچ کدوم درای راهن ندیدن این مسئله پیش اومده و میتونی فقط بگیم بیکفایتی مدیران راهن این سانه رو بگیده بوده. ممنونم. من علی از اروپا و سعید از لندن، علی از اهواز، خانم شهناز از تهران و همینطور بهمن از تهران که یا ارتباطشون برقرار نشد و یا اینکه فرصت نشد بیان روی خط اظهار نظر کنن رسما عذرخواهی و تشکر میکنم. اما آخرین بخش برنامه خبرهای پربیننده با شبکه‌های اجتماعی. احضار محمود صادقی عضو هیئت رئیسه مجلس ایران به دادسرا از پرمخاطب‌های شبکه‌های اجتماعی بوده. آقای صادقی به خبرگزاری ایلنا گفته که به نظر میرسه دلیل احضار او به دادسرا اظهار نظرهای اخیرش درباره یاشار سلطانی بوده و دادستانی تهران بر اساس این اظهار نظرها شکایت خودش رو به هیئت رئیسه مجلس اعلام کرده. پرژیم بانو توییت کرده فارس نیوز اصرار به دستگیری نماینده مجلس محمود صادقی داره. فارس نوشته حکم جلب صادقی به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی پابرجاست. همین کاربر در یک توییت دیگه از قول محمود صادقی میگه شب گذشته در حال بازگشت به منزل مشاهده کردم عده‌ای در تاریکی کمین کردن و به من نزدیک شدن و گفتن حکم جلب شما رو داریم. کیوان توییت کرده صدور حکم جلب و مراجعت شبانه برای بازداشت محمود صادقی از ننگین‌ترین کارهایی بوده که دستگاه قضا میتونست برای لکه‌دار کردن خودش انجام بده. پیام از کاربران توییتری عکسی رو به اشتراک گذاشته و میگه عکس از جمعیت الان. برادر محمود صادقی اومد و خواهش میکنه که تجمع رو تموم کنین تا مشکلی پیش نیاد. میگه از راه قانونی مانع برخوردها بشیم. ناهید هم توییت کرده همیشه میگفتن نماینده باید پشت مردم باشه، اما مردم پشت نمایندهشون وایسادن و حضور مردم رو بهش اشاره کرده. بسیاری از کاربران هم اشاره کردن به قدرت شبکه‌های اجتماعی. سهیل توییت کرده ماجرای محمود صادقی کاملا نشون دهنده قدرت غیر قابل انکار فضای مجازی است. وقتی میلیون‌ها نفر آنلاین به هم متصل میشن دیگه نمیشه با زور حکومت کرد. مسعود: بله، دولت آقای روحانی با این وعده سر کار اومد که تورم رو مهار بکنه، تک رقمی بکنه. میگن تورم تک رقمی شده. دو نظر وجود داره. بعضیا میگن نه، ما هیچ احساسی نداریم، واقعا دچار زندگی مشکل هستیم. بعضیا میگن که نه، تک رقمی شد. شما چی فکر میکنید؟ حتما منتظر نظراتتون هستیم. پیامگیر رو فراموش نکنید. 202-382-7205 از همین الان تماس بگیرید. نظرتون رو درباره برنامه فردا شب با ما در میون بذارید. تا فردا شب، شب بر همه شما خوش. روز شبتون خوش. صدای آمریکاست.